سلام، صبح روز 36مهتون بخیر. همین الان بیدار شدم، یه آب صورتم زدم و میخوام راه بیفتم برم سمت یه جای باحال قبل اینکه هنوز باز نشده، ولی میخواستم قبل اینکه برم ورودی این شهر کوچران رو دیروز نشد کوچرانه یه دونه خرس قطبی بزرگ و این ورودی شد. با ما همراه باشین، دارم میرم یه جای باحال رو بهتون نشون بدم تو این شهر، اگه باشه طبق معمول. بزنیم بریم ببینیم امروز چطور پیش میره. سلام مجدد. اولین نفر بودیم تیکت گرفتیم، ولی اومدن بعد ما هم یه سری دیگه اومدن. اومدیم یه پارک حفاظت شده خیلی باحال و بزرگ، نه خیلی بزرگ، که یه سری خرس قطبی نگه میداره. با من همراه باشین توی این پارک. اینم نقشش که ما الان اینجاییم. این یه محدوده یه که دوستای عزیزمون زندگی میکنن و یه منطقه قدیمی درست کردن که هریتیج پارک بهش میگن. بریم ببینیم چه شکلی اینجا. با من همراه باشید. یکم محدوده خیلی بزرگه. اینجا جاییه که بلیط تهیه میکنن و یه مغازه است که چیزهای باحال میفروشن و اینجا هم یه موزه داره که بریم یه موزه کوچیک دارن که بریم ببینیم در واقع خرسه قطبی و خرسه گریزلی. این هم خرس سیاه های کچولو. اونجا رو تخت رو پوست گرگه اینجا هم کلی این مدل‌های مختلفی نمیدونم بهشون چی میگن، موتوری که رو برف جت اسکیه، نه جت نمیدونم چی میگن بهش، مدل های مختلف برای سال های مختلف اسم شدم رفته. اینو نگاه کنی. او اینو کلی هم این بالا
برای مسابقات مختص همین برای سال 1972 یکی 1971 خیلی قدیمه. شبیه ماشینه ولی اسکی میکنه ماشینه دیگه 1937 اینجا هم یه جاییه که فیلم میذارم و در موردشون توضیح میذارم. خب دیگه از قسمت موضوع اومدیم بیرون و داریم میریم سمت این دوستای عزیزمون. من همیشه با این موام برمیدیم داستان و پرسیدم گفتن که بیدار شدم مثلا که و حالشون هم خوبه. ستاشون هم نر هستن، ستا آقا هستن که اینجا زندگی رو کنم ببینیم میتونیم ببینیمشون یا نه. چکه نیست تا آخر نگرد بگیم ازش. این هم نقشه اینجا که بهتون نشون بدم. به قسمت بعدی میبینیم اون مشهد بشن. هوا یه ذره سرده بر من اینجوری حتی هم
هم نیستم. اسمشون هم حالا بعدا میگم، چون سه تاشون هم اسم بودن. سوال خبری بریم خودم اینجاست. یکیشون رو پیدا کردم. او یکیشون هم اون بره. اینجا هم اون پارک قسمت قدیمی هلو هلو بیگ بوی. یکی دیگه شون اینجا Yeah. Love him. Yeah. Exactly. Thank you. Salam. Salam. خوش گلید. Hello. Hello. چیکار می‌کنی؟ اینجوری میکنه کنم برای اون یکی داره عدا در میاد. خب دیدینشون، یکی دوتاشون رو دیدیم، ولی سومی همون بود. حالا باز دوباره میریم میبینیم. اومدم این تو این پارک رو قدیم، پارک قدیمی رو یه دوری بزنیم و اینجا رو بهتون نشون بدم، بعد دوباره برگشتنه میریم پیش آقا خرسا. هریتیج ویلیج.
تلفن. او نمیشه زد بسته. بریم ببینیم توی مغازه بعدیم چی دارم. یه پیانو قدیمی ها از ما اقسام گاری های مختلف آهنگری بوده اینجا سکه. ببینین چی دیدم پشت خونه هست. خیلی باحاله. کاله بودم همینجوری بودشتم چقدر باحال. خب اینم قسمت این هریتیج ویلیجش بود. برگردیم یه دور بزنیم ببینیم دوباره خرسا رو میبینیم و یه ویدیو هم بگیریم و شروع کنیم راه افتادن به ادامه مسیر.
خب اینم اسمشون نوشاک که از همه بزرگتره و تقریبا 12-13 سالشه، پدر گاناکه، اون باباشه که اینا برای خود کانادا زندگی میکنن، اینجا زندگی میکنن، توی آنتاریو بودن و اومدن اینجا. و هنری از همه کوچیکتره و این از استرالیا اومده. هنری و این سه تا اینجا یه دورونه بودن که نشون میده جای مختلفی که بودن هستن. ساعت دو ساعت دیگه هم از الان یه چیزی دارن که سوال میپرسن، یه سری سوال و چیز خاصی نیست. یه ذره دیگه میمونم ببینم اگه اومدن این سمتی، میرم حتما دوباره یه فیلمی ازشون میگیرم و بعد به مسیر اون ادامه میدیم. با من همراه باشین تو ادامه مسیر. خب یه مقدار منتظر شدم تا ببینم میان نزدیکتر یا جایی میان که دم اون استخر شیشه یه باشه که نیومدن. اینجا جوری نیستش که این خرسا رو مجبورشون کنن بهشون سری یه تایم خاصی غذا بدن یا مجبورشون کنن که کاری انجام بدن. یه جورای اینجا خونه شونه و هر تایمی که گشنشون بشه بهشون غذا میدن، هر تایمی هر کاری که خودشون دوست دارن توی فقط دارن توی این محوطه ازشون نگهداری و حفاظت میکنن که سالمتر و بهتر زندگی کنن توی محدوده. به خاطر همین نشد دیگه ویدیو بگیرم و دارم از پیش این خرسای خوشگل میرم اینجا و به مسیرمون ادامه بدیم. امروز بازم یه مسیر طولانی رو باید رانندگی کنم و شهر بعدی حالا بریم ببینیم کجاست و به چی میرسیم، ولی بیشتر رانندگیه چون شهر بزرگ و خاصی سر راهمون نیست. اکثر شهر رو کوچیکه، بعد جاده فرعی داریم میریم. خرسی هم دیگه وجود نداره. با هم همراه باشین تو ادامه روز. بریم. توی مسیر به یه جایی رسیدم که لباسامو بشورم و یه جایی هست هم دوش داره هم لباسا رو میشه شست و هم اینا. سوال شده بود که چه جوریه، گفتم با هم دیگه بریم و این کارو با هم دیگه انجام بدیم. وسایلامو برداشتم
یه جایی هست مثل پمپ بنزین. فروشگاه داره ها. So I'm using the coin, yeah, for the... Yeah, you need change for the line. The coin, right? Yeah. سکه لازم. Can I have, please? Thank you. No problem. فروشگاه می‌بینین همه چی داره و بیشتر هم می‌فروشن و اتاقای مختلف هم نمی‌جونه. هلو. های. Laundry is this one, right? Yeah, yeah. Oh, wash. گذاشتن مختلف لباساتون رو میشه بذاریم. کلی سکه بهم بدید. گفتم چون تو راهیم و جای خاصی بر دیدن نیست حتی اقل اینجا رو نشون لباس ها رو ریختیم. اینا رو درست کنم دوباره. این توی تمخانه من برای دوش شماره 48 اینجا هم میزنه 48 شماره 3. بریم ببینیم شماره چنده. شماره 2 این هم شماره 3. یه سری کود داره که کودم رو بزنم. در باز میشو دوشو هلا خب ریشم رو بزنم اگه بعد چند روز بزنم دوشو ترمیز همه چی هم بودشتن و این هم از خدافظ با دوشی شکیم. خب زدم و دیگه یه دوشی گرفتیم و لباس هم شستم گفتم راه بیافتیم. اینم جاییه که رفتم گفتم بهتون نشون بدم دیگه راه بیافتیم ادامه مسیر که کلی راه داریم تا رفتم. خب هم راه باشیم. جایی که من رفتم برای حموم و اصلاح کردم و لباسامو شستم توی کل کانادا تو این اتوبانا زیاده که بیشتر تو اتوبانای اصلیه و کنار پمپ بنزیناست. جایی که بیشتر برای کامیوناست، راننده کامیوناست، ولی خب کسایی که مسافرت میکنن با موتور با ماشین بین راه های میسن میتونن از این امکانات استفاده کنن. یه هزینه میدن و اینجا مثلا متفاوته ولی اینجا حدودش 13 دلار بود که میدین و یه همچین اتاقی در اختیارتون میذارن و همون و دستشوی و همه چی و میتونین استفاده کنین از خدماتش. اینم گرفتم که باشه جزء ویدیو امروز زیاد چیزه
خاصی نیست برای ویدیو گرفتن، بیشتر منظره و جاده است. به خاطر همین اینجا رو هم سر رو دیدم و گفتم که یه ویدیو بگیرم از چه جوری و چه شکلی و ترتمیز و خوبه. با من همراه باشین یه ذره اینجا ترافیک دارن جاده رو درست کنن. بزنیم بریم اینو چی شد چی شد. گل هست زندگی هست بیفتری فوقش اگه پرت نباشه. غروبه غروبه فردا بازم تو روه. آمبیانس و رقص تو دومه بر نمیگردیم تو دونه. به جوفر و به کوبان یکم صافشیم مسیو به دوگا بریم دنباره عطرتون را برمشیم عطرتون را. خب رسیدم به اونجایی که باید میرسیدم. اینجاست یه کارخونه ودکا سازیه که توی این خونه توی این مزرعه ودکا درست میکنن. بریم با هم دیگه این جای باحالو ببینیم. ورودیش دستگاه ودکا ساز مشروب ساز و اینم برندش. بریم ببینیم چیه. پارکینگ خونه هست. خیلی جای باحال جالبه. اول فکر کردم خونه شخصیه و اشتباه اومدم. بعد دیدم نه خونه شون همجا زندگی میکنن و اینجا کار خونه شون. آکه هلو Okay, let's go. Have a tour. Yes, we're going to have a tour. Thank you. So did you want me to explain the process? Yes, please. Okay, so what we do here is we do vodka, okay, or whiskey, or rum. Okay. Okay, so we do all the good stuff. Okay, so when we do whiskey or when we do vodka, we start from the grain. Okay. For vodka, we'll use wheat. Okay. And for whiskey, we'll mostly use barley. Mm-hmm. That is usually grown in the region. Okay. Okay? The wheat also is usually grown. We go up to New Liskeard. Okay. And we take our grain from the farmers directly. Okay. Okay. So we cook the grain to be able to, the grain, what happens is that it's starch, eh? We're looking for starch. Okay, have you ever been to it? No. Okay. So the starch, what it does is that it's a complex sugar. Okay. Okay. So what we need to do is that it's too big of a bite for the yeast to be able to eat. Okay. Okay, so for that reason, we will cook the grain. Mm-hmm. We bring it up to a certain degree. Okay. And then we add enzymes. And okay. The enzymes, their job is to go cut the yeast, the starch, into simple sugars. Wow. Okay, so
When we send it off to fermentation, okay, the yeast will be able to eat the sugar, okay, and oxygen, and pump out the alcohol. Wow. So that's the process of this. Nice. Okay? So cooking here. Yeah, we cook in there. Okay. اینجا میپزن پروسش اینجا شروع میشه تو این میپزن و گفتن که همه محصولا رو خودشون تهیه میکنن از مزرعه هایی که خودشون دارن و تمام محصولاتی که برای درست کردنش از مزرعه آشنا میگیرن از جایی که میشناسن میگیرن و میارن اینجا خودشون درست میکنن و مراحلش پخت و پزش اینجاست. حالا بریم یکی یکی نشون میدم. اوکی. You have a friend up there. Oh my god. I didn't see. Oh, چه خوشگله. And these are the brands. Yeah, yeah. But we're going to go upstairs. I'm going to show you the, wow, the machine. Let's go. Okay. Very hot machine on the shoe. Is that okay with shoes? Yeah, keep your shoes. Okay. I'm taking them off because that's my husband's sandals. And I'll go poof. So these are we're moving the barrels right now on the other side. Okay. Because we poured in a cement flooring 2 years ago. Okay. So we're able to bring out the whiskies that we have. And we have some that are even 10 years old. Wow. So that we made quite a while ago. Wow. So, but they're at the bottom. So we're taking them out right now. Enjoy. نگه میدارن تو اینا نگه میدارن که یک سریاش هم حتی 10 سال عمر میکنه ده عمر داره از مشروش. اوکی آی تیک شود نو آی تیک تو نو آی اوکی من برم بالا فیلم میگیرم تو دی پرنس ادوارد پرشین پرشین ایران یا ام فرام ایران فرام ایران اوکی اوکی آی اسپیک پرشین تو مای فرند تو خونه شونه I explained to them. تنها کارخونه مشروب سازی توی کانادا که توی خونه است و اینم ماشینشه. ماشین بخارشه و دستگاهی که توش درست می‌کنن. خیلی جالبه. توی خونه شون کار می‌کنه. Oh my god. الان کار نمی‌کنه ولی کلاً واو. And the process and coming out from here, right? Yeah. Wow. This is cool. Thank you. So what happens is that it boils. The distilling process, it's pretty simple. Whatever you put in there, okay, if it's good, it becomes better. Yeah. If it's bad, it becomes worse. Okay. Oh my okay. God. Yeah. So that's how it works. So if I opened up the light thing, do you see there's copper plates? Yes. Okay, so when this is a doppler that goes into the plates, okay, and it creates a retention of the vapor. Okay. Okay. And what it does is that the water will stick to the plate, drop back down to the still, wow, and the vapor of the alcohol goes and does a movement, wow, like this. And it goes to the deflagrators and then to the condenser. Now the condenser has very small copper coils in it. Okay. And with the copper coils, when the vapor of alcohol touches those copper coils, it turns back into liquid form. Yeah. And then you have the gooseneck, it comes out. You see, we're stuck here because we had a machine breakage, yeah, there. But, if you dip your finger in it, you're gonna see what it tastes like at 94%. Oh. Oh my god. But it's good, eh? Yeah. I know. It's not bad. No. It tastes nice. Mmm, raw. Yeah. It's not harsh. Yeah. Yeah. To whom it is then? میاد توی این به صورت بخار میره بالا و از این دستگاه ها رد میشه که اینجا مشخصه و میاد اینجا پروسش رد میشه و اینجا تقطیر میشه یه جورایی و اینجا میاد بیرون 94% بود من زدم خوردم و اصلا مزه تلخی نداشت اصلا اذیت نمیکرد خیلی جالب Thank you. Wow.
So this is the only legal still in Canada in a house. Yeah. تن میگن که تنها مجازه قانونیه تو کل کانادا همینه. خیلی جالبه. خیلی جالبه. Sorry. I'm staying okay, tonight. So I'm just going to explain the I'm just going to explain the bottle. Now, this is the native loon. This is the a native artist that did this picture in the he did the Vancouver Olympics. Okay. The windows. Okay. Now, this is the native loon. Wow. Wow, nice. Okay. And if you go down that road, okay. There's a we have a cottage there. Okay. And there's a semi-island right in front of the cottage. And when we get up in the morning, that's what we see on the lake. Nice. Okay. In Piram again. Medium. Okay. And then we have the moose tracks. Okay. Because we come from the moose capital of Canada. Yes. And the bottle has a color just like the loon does. Wow, nice. So. Okay. یه ذره برای من ریختن که من تست کنم چون رانندگی میکنم. Easy. Yeah. Wow. We won in the top 4 vodkas in the world in London, UK. Wow. In 2017, the best in Canada. 2017. تو 2017 بهترین توی کانادا بودن. In Canada. In 2000. London, UK. Okay, in UK. 2017 بهترین جزء چارت‌های برتر بودن توی لندن یو کی and we went in the 4 best vodkas in the world and the best in Canada. Wow, و بهترین توی کانادا. توی دنیا چهارمین جزء بهترین. Perfect. Wow. Yeah. Must be like this. Yeah. Should be like this. Yeah. Yeah. Well, vodka should be like that. Yeah. Okay, the only 6 companies that do this type of vodka in the world were the only ones in North America. Hmm. So, the test is so like a water. It's like it's almost like a meringue, eh? Like yeah. But when I'm drinking, it's slowly. It should be. It should be like that. Wow. Okay, that's what vodka should taste like. Mm. Okay. Did you wanna try a whiskey? Yeah. Just to have it on the on the tip of your lips because you're gonna stay here because it's 50%. Okay, so. It's a really? It's a non-filtered. Okay, I'm not gonna put. It's a okay, lot. Okay. Okay, I'm not gonna put a lot because. Whiskey. It's 50%. 50%. Yes. 50% whiskey, و خیلی قویه اینایی که داره. And do you see there are sediments? Yeah. These are the goodies. Oh. Okay, these are Cogeny oils, and it's not like wine. You need to shake it, like this, and they disappear. اوه حل شد توی چیز. It's a non-filtered. فیلتر نشده است خیلی چیزه. چرس سلامتی. It's good, eh? That's 8 years old. Wow. 8 years. Wow. Do you want to try it? I'm going to give you 2 liqueurs that I want you to try. So we're going to try the apple because the apple is wow. It's super good. Okay, 4 liqueur, 2 sips. 1, 2. Oh, okay. two shot. Yes. 2 step. So it's 24%. Sibe 24%. It's 24% and this is made for sipping. Okay, with a sharp cheese after supper, okay, or even to cook with. Mmm, it's sweet. It's good, eh? Yeah. No delicious. Sugar added. شیرینه شیرام نداره خیلی جالبه. Wow. Okay, and then one is the apple one, right? No, that's the apple one. این بود. And then we have the cherry. I want you to try that for sure. I will. It's too bad I don't have the blueberry with me. Wow. But anyways, because the blueberry one is... How many percent? 24. 24% albalu. Wow.
I'm shocked. It's good, eh? I never tried this kind of the alcohol yeah. in my life. Oh, no, it's really wow. good. تا الان تو زندگیم این همه مشروب خوردم مشروب به این خوشمزدگی نخورده بودم. Do you know what it's good with? It's good with orangina. Okay. Okay, and you put in the... Okay, just خب من خرید کردم چند تا باطل گرفتم یه باطل هم از اون ودکا خوشمزده ها بهم کادو دادن دستشون درد نکنه. Thank you so much. What's your name? Mireille. Where from? Hearst, Ontario. Ontario. تشکر میکنم ازشون. Thank you so much. I appreciate that for everything you do. No problem. And حتما ویدیو این قصه رو تا بزنیم بریم ادامه سفرمون که خیلی خوب بود. با من همراه باشیم. خدا هست. اینجا هم یه قسمت دیگه از خونه شونه و باقشونه. اینجا هم یه سری این دبه های مشروب میهن. تو این دبه ها نگه میدارن و تو اون جای مخصوص بوی الکل دیگه خیلی شلوغ نمیدونه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این قسمت از سفر من و این کارخونه ودکا سازیه. میریم سمت لیکی که این خانم گفتن، یه دریاچه اون جلو هست، میریم اون سمتی و بعدش برمیگردیم دوباره پیش ویزیتور سنتر و احتمالاً شب و تو همون هلوش دورو برگردنم یه جای خوب. با من همراه بشین. مرسی، ممنون، خیلی مهربون بودیم. دستتون درد نکنه. توی خانم و آقای مهربون و خوبی بودن. خب اگه به این سمت بریم میره به سمت دریاچه. رسیدیم به انتهای همون خیابونی که اومدیم بعد کارخونه ودکا سازیه و به این دریاچه زیبا که دوستامون گفتن، خانم گفت عکسشو عکسش رو باطل ودکاشون هم بود. این دریاچه است. خب تو شهر هیرست هستیم و دیگه ساعت تقریبا 6 و میمونم امشب اینجا. امیدوارم که لذت برده باشین از این شهر، از جایی که دیدیم، از مسیر. من که خود این کارخونه ودکایی که رفتیم یکی از قشنگترین ها بود توی کل مسیری که من تا الان اومدم، جزو قشنگترین هاش بود، جزو باحالترین هاش بود برای من. خیلی جای قشنگی دیدیم ولی اینم باحال بود و شهر خیلی
باحال و جالب بود. همینجوری وایسادیم و کلی اتفاقات باحال افتاد، جای باحال دیدیم. مرسی که با من همراه بودین امروز. میرم اینجا رو هم یه دور میزنم و بهتون نشون میدم و شبتون بخیر. فردا ادامه میدیم مسیرمون رو به سمت غرب. خدافظ، شبتون بخیر.